شکم دستش بزنیم. چی میخوای؟ برو کنار ببینم. خودی باز خونه رو. چی میخوای تو؟ آخه کامرانی که الان وقت نداره تو رو ببینه. برو تو حیاط پیش بقیه، اینجا وای نستم. پس جلال کجاست؟ آخه شما چرا هیچ کاری نمی کنی؟ منتظر بودیم تو بیای بگی. برو تو حیاط جلال و کامرانی هم میبینی. ده برو دیگه، اینجا وای نستا. شما چی میخوای؟ نجات حزب؟ منم میخوام نجات توده کارگر و زحمتکش از فقر و بیچارگی و سیاهی؟ خب منم میخوام. فعلا صحبت مملکته، نواصدق. آروم 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 تر رفقا، آروم تر، آروم آروم. خیلی خوب رفقا، مملکت. من که هنوز نگفتم گروه بابای مملکت رو برگردید خونه هاتون، گرچه از اون رابطه‌ای که شما رو اینجا کشوندن بد جوری گله دارم، ولی میگم باید صبر کنیم. ما هممون عضو تشکیلات واحد متحدیم و برای اینکه به نتیجه مطلوب برسیم باید متحد عمل کنیم. اگه صبر نکنیم تا سیاست‌های کلی حزب در مورد این اوضاع مشخص شه، بخوایم خودمختار وارد عمل شیم، مطمئن باشین راه به جایی نمیبریم که هیچ خون عده زیادی از شما این وسط هدر رفته. من اصلا فلسوم اینجا، ولی شما یه بند دارین همین حرفا رو میزنین. رفیق من تو رو نمیشناسم، ولی مگه نمیگی زاهدی تو سفارت آمریکا یا بوده و دست خود آمریکا یا تو کاره؟ میخوایم منتظر فرمان رهبری از دست رو دست بذاریم تا شاه آمریکایی ضد توده‌ای بهمون بگه چیکار باید بکنیم. آروم رفقا، تا وقتی که صدا رو نمیشنوین. من جوش مصدقو نمیزنم، ولی اگه اونو بگیرن بکشن دیگه کی اجازه فعالیت سیاسی به حزب میده؟ نظامیش بیشکش. آروم 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 رفقا، آروم. تا وقتی همه خونه تا چیاری که پای روز گرفتن آزاد کردن دارن با تو بوتای میرن طرف خونه مصدق. چی میگه این؟ بابا به خدا علاف به اون کردن. پس این سرتیپ یا اینا چیکار دارن میکنن؟ حالا معلوم نیست که راست بگه. به خدا دارم راست میگم، همشون سرتیپ و سرلشکر بودن. ساکت باش بچه، اصلا کی تو رو اینجا را داده؟ بابا ما که هممون اسلحه نخواستیم، جمع میشیم میریم چند تا کلانتری میگیریم اسلحه جمع میکنیم. آروم رفقا، آروم. به من گوش کنید، به من گوش کنید. اولا آرومتر باشید بابا جون، صداتون میره بیرون. اولا تا وقتی که تأکید میکنم، تا وقتی که من و شما توی این مملکت هستیم و به صداقت رهبری حزب ایمان اعتقاد داریم، مطمئن باشید نه شاه نه آمریکا هیچ کاری نمیتونن بکنن، مگر اینکه عده‌ای بین اون باشن که همچی اعتقادی ندارن و فقط محض ایجاد تفرقه اومده باشن. ثانیا رفقا، من که توضیح دادم علت اینکه تا حالا دستوری از حزب نرسیده اینه که مخصوصا تلفن‌ها رو قطع کردن. برای همین ارتباط بین سران حزب برای تصمیم گیری و اعلام نتیجه یه قدری مشکل شده. البته من کسی رو فرستادم که زودتر جواب بگیره و بیاره، هممون از بلا تکلیفی در بیاره. ولی رفقا بدونی این خیال خامه که مصدق روی صندلی قدرت باقی بمونه و به من و شما از این به بعد اجازه فعالیت سیاسی و غیر سیاسی بده. نشونش همین دیروز بود، دیدین که تا عرصه به خودش تنگ اومد به دستور مستقیم شهربانی رو انداخت به جونتون. نکنه به این زودی چوب و چماغش یادتون رفته؟
مسخره شو داره بردن. ساعت 4 شده. اگه نمیخواین کاری بکنین بگین نمیخواین. سر قبر بابامون. این خاک بر سرتون با این تصمیم گیریاتون. اگه میخواین برین از اینجا نمیشه برین. در بابا جمع کنین این گربه موش بازی رو. پس برین نمیشه برین. چش کرایه. بدشون کن. بذار برن این دیوونا. برین. دنبال من بیاین. ولی خیلی باید تکلیفمون با این رخت روشن بشه یا نه؟ خودمون خسته بشیم. برین عقب. یا اصلاً گم شو برو کنار. یا با اون بر خود یه بگو بیاد پایین. راست چی شده باز؟ چیه؟ چیه؟ بابا ما هم خودمون پا در هوا موندیم. راضی شدین؟ جلال من تو رو میشناسم. فردا این زایده سگ پدر چاقو کشاش ریز و درشت اون رو شناسایی میکنم میرزد تو خونه هامون. اون وقت بازم یارو هست بگه تلفن ها خراب و باید منتظر دستور بالا سریا باشیم؟ نه نه اینو من دارم به تو میگم که پسر اردکانیم. اون همه خونه زندگیش روسیه است. رهی خفشو بیا پایین. بذار حرفشو بزنه. وقتی هم که بفهمه اوضاع پسه شده هر کدوم از شما رو بکشه و خودش جای شما جا بزنه میزنه میره روسیه. دریوری نباف. میام دهنه تو خونی مالی میکنم. دریوری نیست. تو خبر نداری. همین کارا رو سر اردکانی خالی کرد دیگه. بهتون قول شرف میدم اگه فردا مصدقو وردارن همین شبونه میزنه میره روسیه و شما هم دیگه نمیبینینش تا وقتی که شما رو قراغم کنن و آبا از آسیا بیفته. از کی حرف میزنی پسر جوالق؟ از تو. دروغ میگم؟ خیلی بیجا میکنی بی پدر مادر سرراهی. همه عالم و آدم میدونن مشکل تو ارث و میراث عقد است و ملوکه. تا دیدی بهادری از زندان در رفتن و رفتن سراغ مصدق ترسیدی به مال و منالت نرسی اومدی اینجا آدم جمع کنی به طرفداری از مصدق بندازی به جونشون؟ وایسادی نگاهش میکنی؟ بنداز بیرون این کثافتو. قاصد اومد. تو دیگه هیچ معلوم از کدوم گروه بودی؟ نیم ساعت نیست بهم دادنش. وسیله گیرم نیومد. این سکتوله رو بنداز بیرون تا خودم نکشتمش. شماها کجا میرین دیگه؟ جلال وایسا کنار بینم. اینو بلش کنیم تازه میخواد جلسه کنه که بهمون بگه آره یا نه. چه جلسه ای؟ خب میاد بهتون میگه. میخواستم ببینم چی نوشتن. میخواستی بدونی باید چرا زبونتو میگرفتی. بی خودی رابطه تو باهاش به هم زدی. تو بهتره نگران جون خودت باشی. من اون نامه رو خوندم. فقط دعا دعا میکردم به دست شما نرسه. ببین جلال اگه تو 3-4 سال کمونیست شدی من تو این خانواده بزرگ شدم. به خاطر همین خانواده است که تالا هیچ کی چی بهت نگفته. ده میری یا نه؟ باشه فقط اگه دیگه ندیدم دیدار به قیامت. تو انگلیس لازم داره. بعضی میان گرفتن این موش آتیشش زدن. بعضی دیدنش خونی مالی فرار کرده. تو خونه شو بلدی؟
من وقت پیش ازش شنیدم که خونهشون طرف های شاب دولزیمه. کجای شاب دولزیم؟ همه که بستن، تو چرا وا کردی؟ همه وا میکنن. داری شغل میبندی آقا ولی، یه کمی سفتش کن. چشم آقا. نشد آقا ولی، یه کم بکش بالا. بل چشم. ای، بچه این وقت شب خیابان چکار میکنی؟ مثل اینکه حکومت نظامی ها؟ آقا میسین که شناسه. آقا ولی کارتو بکن، وای نسا. چشم. زود باش محکم کن و گره رو میخواییم بریم. بی پدر و مادر. سال رفته. لا اله الا الله. آقا جون ننه اومد. من امشب تکلیفم رو با تو یه سره میکنم، به فاطمه یه زهرا یه سره. سلام. سلام. چطوره؟ هیچ. همونجوری چپیده زیر ملافش و لب به غذا نمیزنه. بیرون چه خبره؟ هیچ. شده این شهر مرده. بازار که بنکل تعطیله. بعضی هم که خواب بودن و تازه بیدار شدن ریختن تو خیابونا. دوباره بگیر به بند را افتاده. یه سری میگن مصدق رو گرفتن، یه سری هم میگن هنوز پیداش نکردن. حالا میخواییم بهش بگی؟ تو یکی پدر من در آوردی با این شل کنسف کنات. یه روز میگه بهش بگو نذره بره، یه روز میگه نگو میذاره میره. میگه نمیخوام افسرم بدم دست تو، قسم خوردم همین امشب یه سرش کنم. به پزه که درار بستی تنورش کردی. پاشو پاشو، این در غم و پیچیده. پاشو که آدم تا وقتی زنده است و زمین خدا میگرده چاره اینجا زندگی کردن نده. پاشو یه پیاله دوزباش با هم بخورین، جون بگیرین، مرد مردونه دو کنون با هم صحبت کنین. اگه اومدی باز واسم شرط و شروط تازه بذاری، بهتره بهت بگم تا عمر دارم دنبال حق و حقوق و ارث و میراثمو میگیرم. حالا هر کی هر چی دلش میخواد بگه بگه. خب عیبی نداره. صحبت مردونه یعنی هم صحبت حق و حقوق. هم اگه حق و حقوق باشه، اگه اصلا پیش نگیری مسلمون نیستی. ولی ببینم
با این اوضاعی که پیش اومده مصدق و خیلی ادیه خودشون رو تسلیم کردن و شام قرار برگرده، فکر میکنی واقعا بتونیم علیه بهادوریا عریضه بنویسی و حرفتو به کرسی بنشونی که منم بتونم کمکت کنم؟ مگه فاطمی هم گرفتن؟ نه، ولی با بد بیراهایی که به شاه و دم دستگاهش گفته، حرف جمهوری رو وسط کشیده، سایش رو با تیر میزنن. بعضی ها میگن توده یا قایمش کردن. کاشانی چی کار کرده؟ یه بار نظری بی دق و سق دو کنون با هم حرف راحت بزنیم. ها نه خیرم، دلت خنک میشه زاهدی رفته دست بوسش، بهشم قول داده دیگه نه نفت به انگلیس میدیم نه تون و غرامت بهشون. آره لابد من بعد باید بشیم خر امریکایی ها. ببین دل واپسی آقا فقط این بود که مملکت بیفته دست این توده یا بیدین ایمون. من همینم که هستم، فردا پس فردا یه جای میگیرم و از اینجا میرم، دیگه هم با شما حرفی ندارم. ولی من باید حرف دارم. این دنبال ارث میراث رفتنه یا هرچی، دنبال اسم نشون ننه بابات، جز این که عمرتو به باد بده چیزی برات نداره. نداشته باشه، من تا آخر عمرم هم شده دنبالش میرم، بمیرم از غذای شما نمیخورم. فقط یه راه مونده، این که ثابت کنیم اون قبری که تو گورستون رفتیم بالا سرش مال دختر من بوده، دختری که با حمید رضا بهادری فرار کرده عدس الملوک، درد به درد دنبال اسم نشونش بود، دختر بی وفای من بود. زهره رو میخواستم بگم، تا حالا ده دفعه بهت گفته بودم که اینجا نگرد دارم، دختر من بود که تو خونه سپرده بودم، هیچ که حق نداره اسمشو به زبون بیاره. چرا تو حالا نگفتی؟ تا حالا بهت نگفتم، اول از اون به خاطر این که منم مثل خیلی ها دو به شک بودم نکنه نوه اقدس الملوک نباشی و اردکانی ها بازید داده بیلوم از اون دیدم، اگه واقعا ثابت کنی تو نوه بهادوری ها هستی اونا بیکار نمیشستن و حتما سر به نیستت میکرد. ایلا از همون روزی که خونه اقدس الملوک دیدم تو از مش باقر شنفتم، خود بچه حمید رضا بهادوری میدونی پاپه بود، حتی سی تیر که به سر ناصر قصاب گشته بود دنبالت، خیالت هر به وقته که اونجا رسیدم و دست اون مأمور از سوار نجاتت دادم، خودت که اونجا بودی و دیدی کل کل کردنهای من و اون پیرزن سر کاشی های سر حوز که یادته، این همه واسه خاطر اون خونه ناصر قصاب بود. خیلی جلوتر از اون تو همون خونه که لب چاهش میخواست سر تو رو بباره من مستجر بهادوریا بودم، قبل شهریور بیست، قبل اینکه اقدس الملوک ناصر قصاب و اون زن بچهش برداری بیره اونجا و وار گردن من اهل عیانم کنه. میخوای بگم آبن بار اون خونه کجاشه؟ همون زیر زمینی که تو رو بستن، از حیات چند تا پله میخوره. برو از ننلی بپرس، ولی اینو بدون حتی اگه تو نوه ما باشی من حاضر نیستم به خاطر حق و حقوق بچه‌ای که نصف گوشت و پوستش از دزد دختر منه زندگی زن بچه‌ام به خطر بندازم. اینم بدون اگه اقدس الملوک از دختر من که مادر تو باشه کینه‌ای به دل گرفته، من 100 درجه شطوری‌تر از اون
از پسرش که پدر تو باشه کینه به دل دارم. چون اون دختر بی صفت همه چیز من. رهی جان ننه این چی میگه؟ میگه تو مادر بزرگ منی. رهی جان رهی این بدبخت ها خودشون رو مطمئن نیست. کسی با تو حرف نزن، من میخوام از ذهن خودش بشنوم. ننه این حرف ها رو داره میزنه که من اینجا بمونم. آره ننه جواب منو بده، میگی نتا خاله ها من؟ بیچاره هم همین پیش پای تو همه چیز فهمیدن. داره گیرم که خاله هات باشی، این که دیگه این همه داد و هوار نداره. بچه هم اگه به زور آوردیم از پیش خودمون. داره خدایش بعد خیلی هم دلت بخواد که بچه خواهر مایی. کسر شنته راه باز جاده دراز. من روز خودم باشه حرف بزنم. رهی جان دلی قربون شکل ماهت برم، ما خودمونم مثل تو تو برزخیم به خود. خدا شاهد از اون روز اول که اومدی اینجا هی به این طوره دارم میگم چشاش این چشای زهره میمونه. اینم به این میگه بل کن دلتو خوش نکن با این حرف. منه مادر اگه تو خودت حتم داری و میدونی، من اوقات هم میدونی. آخه پس چرا الان اینو؟ رهی جان رهی گذاشتی امیدم از همه نامید بشه. آره رهی رهی وایس کارت دارم بیرون حکومت نظامی ها. راستی رفت بگی بینم تو همه کارا شکل آقاد میمونه. اوی حالا تو هم از آب گلالود ماهی نگیرا. رهی 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 سر باز خودشو در به در کرد. گریه نکن رهی. برو مرتضا برو تو برو تو بابا ننه که بهت گفت. رهی بدبخت ها خودشون الان یه سال برزخیه که بهت بگن یا نگن. من خودم دو سه بار که حرفش افتاد به آقا گفتم هرچی زودتر بهش بگین بهتره، اون تا میشناسیش که. ای براق شد که چه میدونم تو هنوز حال هوای زندگی بهادوری ها تو سرته. ای واسه دختر عبدالرضا نامه میپرونی و پی ارث و میراثتی یا این حرفا. رهی رهی پس بیا اینجا گریه کن که فکر نکنی تو این دنیا کسو کاری نداری. خاله و دایی و عمو اینا همه رو ولش. اصلا فکر کن منو تو از امشب با هم داداشیم ها؟ رهی گریه نکن دیگه خیلی خوب. اصلا بزن همه چیزایی که از ننمونین و طاهره شنیدم برات بگم. گرچه باور کردنش برای خودم ولش کن اصلا. یعنی چیزی که من فهمیدم اصل ماجرا آشناییت پسر کوچیکه اقدس الملوک با یه مولای کتاب فروش بوده که توش هم سلماره حجره داشته. یعنی اصل تغییر رویه بابای بچه عیونه. حالا بابا تو غیر بابا تو اینا رو من نمیدونم ها. نیست که کم کم کلش بو قرمه سبزی میگیره به چون و چرا میفته که چرا زمین گرده، چرا آسمون آبیه، چرا این بدبخت بیلباس و ما هر روز صبح صبحونه باید کله پاچه بخوریم. از این حرفا تو این حال و هوا بوده یا چشش به زهره میفته. اینگار تازه شستش با خبر میشه که اگه یه دست لباس زری دوزی شده تن این بدبخت بی نوا بکنه دست کمی از دختره قیرتی قشمشم فکفامیرش نداره.
همون موقع که اقدسال ملوک به این بود که بفهمه چش پسرش دنبال کیه، خود آقا حمید رضا چند بار با آقا حرف زهره رو پیش کشید. آقا اولش نشنیده گرفت، بار دوم نصیحتش کرد، دفعه سوم تو روش واستاد، اما آقا حمید رضا کوتا نیامد که نیامد. دست آخر رفیق ملاشو انداخت وسط که آقا هم حوالش داد به خود اقدسال ملوک، که یعنی هرچی بزرگترت بگی. اون تا چیزی که من خودم از این میون دستگیرم شده دست گلیه که انگار خود آقا به آب داده، نه که بند خدا اصل ماجرا رو باورش نمی شده، از طرفی به دخترش هم خیلی اطمینان داشته، همون اول بسم الله ماجرا رو میکشه خونه و میذاره کف دست زهره. یه شب آقا حمید رضا سرزده اومد خونمونو بشه صحبت با آقا که شما مخصوصا سنگ انداختین جلو پای من. آقا گفت چه سنگی؟ حمید رضا گفت خب اگه موافقه ازدواج مایی زهره رو بدین با خودم ببرمش، قول شرف میدم که خوشبختش کنم. یه چند وقت بگم که آبو از آسیاب افتاد میام و رضایت خانوادم رو براتون میگیرم. تازه اونجا کاشف عمل میاد که پسره رفته ماجرا رو سربسته به ننش گفته، ننش هم واسش خط نشون کشیده که کی این دختره بینن و بابا، اگه باشه ازدواج بکنی عل میکنم بل میکنم از ارث محرومت میکنم و این حرفا. خلاصه سرتو درد نگیرم، زیر بار نرفتن آقا همانا و تو لب رفتن زوره همان. آقا میگفت دو سه ما بگذره یادش میره، ولی یادش نرفت. دوباره یه روز ملاه سرزده اومد که آقا شما چه دخترتو به این پسر بدی چه ندی، اون خونه و خونوادش رو حروم خور میبونه، میخواد بره یه جای دیگه زندگی کنه. ته دل دخترتو بگذره، اگه اون هم دلش با پسر هست خدا رو خوش نمیاد جلو رسیدن دوتا جوون به هم بیاد. ملاه اینو میگه و میره. از فرداش هم یه چند روزی نوبت آقا میشه که بره تو لب، دست آخرم میشینه به صحبت با زهره که به کی قسمی پسر میبرته، چیکمت که اومد بالا حلال حرام یادش میره، ولت میکنه به همون خدا، خودش میره پی کسکار و پول دارش. زهره بچم سرش انداخته بود پایینو بدتر از فوش میگفت هرچی شما بگید، هرچی من آقاش کشیارش شدیم نتونستیم یه نظیر زبونش بگید. طاهرم میگه دعوایی بینشون نشد، ولی با علاقهی که آقا به زهره داشت این یکی اون اصلا باورم نمیشه. به جان رهی شب خواستگاری من از طاهره همین آقای بابایی از من بلش کن، اینو یه شب دیگه برات میگم. اگه خلق و خوی کینه یا آقا دست داد اومده باشه باقیشم که دیگه معلومه. یه روز صبح با پسره قرار میذاره مغازه ملاه، بعدم زهره رو بخشه به بغل، یه چش خون یه چش عشق بر میداری میبره اونجا. همونجا بغد آقا حمید رضا درش میاره و جلو خود پسره بهش میگه هر بلایی سرت اومد فقط وقتی برگرد خونه که من زنده نباشم. طاهره میگه آقا تا رسید خونه اول رفت دو سه تا عکسی که زهره تو مشهد کنار عکس گنبد بارگاه امام رضا داشت آورد جلوی همه لقمه لقمه که آتیش زد، بعدم سر ننه منیر حوار کرد که این دختر دیگه دختر من نیست، دیگه کسی حق نداره توی خونه اسمشو بیاره، مرد. یکی دو هفته که گذشت آتیشش که خوابید همش چشش به در بود که شاید زهره بیاد. خوابی اینایی که گفتم تازه نصفشا، یعنی اقدسال ملوکیش بویی نبرد. قضیه اون خونه و ناصر قصاب چی بود دیگه؟ او که چرا، مثل که مام بزرگ کم مونده بوده ریز و درشت این بدبخت ها رو به سلایه بکشه. بعد اون ماجران با آقا چپ میفته و واسه بلند کردنش ناصر قصاب بر میداره میاره تو همون خونه میشونه. اون تا زرنگی که آقا میکنه بعد رفتن زهره این بوده که ماجرا رو یه دو سه ماهی از در و همسایه پنهون نگه میداره، بعدم تا
دست ننه منیر و طاهر و اکبر رو میگیره، میره پابوس امام رضا. تازه وقتی بر میگردن ننه منیر چو میندازه که همونجا دخترشو داده به یه مشهدی و واسهش عقد و عروسی گرفته. البته ننه منیر میگه جون به در بردنشون هم کار همون امام رضا بوده، ولی طاهره میگه تنها شانسی که آوردن این بوده که هیچ کدوم از بغداری ها باورشون نمیشده که پسرشون با دختر یک کاشیکار فرار کرده باشه. بشکن رایی، میدونی بعد تو نمیخوام، خیلی هم آبم با آقا تو یه جون نمیره، ولی بیا حرف داداشتو گوش کن، همینجا بمون. اصلا گیرم دختر اینا مادرتو نباشه، که شاید هم باشه، اصلا شاید یه روز اومد همه اینا رو به دیگران ثابت کردی و حق و حقوقتو گرفت. ولی رئی یار چنبل هم از خودش بوته داری که نمیتونی تا الالعبد بی خون و خونواده باشی. همین رئی نمیگم اینجا بهشته یا بهتر از خونه اقدس و ملوکه، نه والا، ولی اقل یکن یه ننه منیر داره که جونش برا در میده، یه آقا هم داره که با همه بد اونقیاش تو براش یادگار همون زهره. رئی حاضرم قسم بخورم تو بری ننه که جای خود داره، آقا هم پاک میریزه بهم. Your face looks like a monkey. He's right. Come see Mary Mama. Salam. Salam. چی شده؟ بازم داشتم مسخره‌ت می‌کردم؟ نه بابا، رفیقم با هم شوخی داره.